چه بسا یک کلمه شما را بالا ببرد و به رضایت الله متعال برساند و چه بسا یک کلمه باعث سقوط شما و ناخشنودی الله متعال گردد و اینجاست که به اهمیت بسیار بالای زبان پی میبرید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید بنده سخنی در جهت خشنودی الله متعال به زبان میآورد بدون اینکه به آن توجه کند، ولی الله متعال به وسیله آن سخن به درجاتش میافزاید. همچنین بنده سخنی در جهت ناخشنودی الله متعال به زبان میآورد بدون اینکه به آن توجه کند، ولی به وسیله آن سخن در جهنم سقوط میکند. باید دانست که روزه یک مدرسه ربانی برای اصلاح زبان است و مسلمان را در برابر اخلاق ناپسند واکسینه می نماید و روزه انسان زمانی کامل می گردد که زبانش را از ارتکاب گناه حفظ نماید، غیبت نکند، سخنجینی ننماید، دروغ نگوید و سخنان زشت بر زبان نیاورد، حتی به دشنام دهنده جواب ندهد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود روزه سپری در برابر آتش جهنم است، پس هرگاه یکی از شما روزه بود ناسزا نگوید و سر و صدا به راه نیندازد، و اگر کسی به او ناسزا گفت یا با وی درگیر شد در جوابش بگوید من روزه هستم. باید بدانید که گناهان زبان باعث از بین رفتن اجر و پاداش روزه می گردد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر کس دروغگویی و عمل به مقتضای آن را ترک نکند، الله متعال نیازی ندارد که چنین شخصی خوردن و نوشیدنش را ترک کند. لذا انسان عاقل برای زبانش میزان و معیاری قرار می‌دهد تا سنجیده حرف بزند، سخنان خوب را بر زبان بیاورد و از به زبان آوردن سخنان بد خودداری نماید. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر کس به الله متعال و روز قیامت ایمان دارد سخن خوب بگوید و یا سکوت نماید.